اگر شما میخواین توی نمایشگاه نقاشی دبی شرکت کنین ولی نمیدونین چه جوری و بعد چی کار کنین، این ویدیو برای شماست. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. خب امروز میخوام یه توضیحی در مورد تجربه کلی خودم از شرکت در نمایشگاه نقاشی دبی بگم که پارسال هولوش همین موقع ها بود، اسفند بود تاریخ نمایشگاه و من این تاریخ ها یعنی توی دی ماه در حال بدو بدوی بودم، از ارسال نقاشیام به دبی تا ثبت نام تا کارهای تبلیغاتی، و چون اولین تجربه من بود اصلا نمیتونم بهتون بگم چه استرسی داشتم و فکر میکردم که وای حالا وارد چه دنیای ناشناخته قراره بشم. و برای اینکه شما هم مثل من اینجوری تو این حاله از ابهام و علامت سوال نباشین، تصمیم گرفتم که یه کلی در مورد تجربه پارسالم بهتون توضیح بدم، هرچند که یه پلیلیست کامل در مورد این نمایشگاه من دارم توی کانالم که هم توی دیسکریپشن براتون میذارم هم آخر براتون میذارم که ببینین اگر که خواستین، ولی امروز یه توضیح کامل بهتون میدم که چی کارا باید بکنین و تجربه من چی بود. یه سری تصویر از نمایشگاه بهتون نشون میدم که امیدوارم که براتون مفید باشه و بهتون کمک بکنه. اگر که دوست داشتین خیلی ممنون میشم که لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. با من همراه باشید. این نمایشگاهی که من میخوام راجبش حرف بزنم چه نمایشگاهی؟ اسمش هست World Art Dubai. خب یه نمایشگاه بین‌المللی هنری هست که فکر کنم از 80 کشور یا 90 کشور دنیا تو شرکت میکنن. مثل نمایشگاه بین‌المللی قرفه قرفه است و هر کسی یه قرفه میگیره و تابلوهاشو توی اون قرفه میذاره. یه سری هم میتونن گروهی شرکت بکنن، مثلا توی یه قرفه مثلا 15 نفر تابلو گذاشتن، یا میتونین یه دیوار رو بگیرین، یه دیوار تکی بگیرین و تابلوهاتون رو روی اون دیوار بذارین که خب به نسبت هر کدوم از این گزینه‌ها قیمتش متفاوت میشه. یه قرفه کامل برای شما گرونتر در میاد تا اینکه مثلا بخواین یه تابلوتون رو توی نمایشگاه گروهی بذارین. من هم اینطوری شد که پارسال همینجور اتفاقی، یعنی هر سال میدیدم این چیزشو تبلیغاتشو، هی میگفتم حالا سال دیگه حالا سال دیگه کی میخواد شرکت کنه، تا اینکه پارسال همینجور داشتم نگاه میکردم دیدم که چیزش اومده که توی اسفند ماه تاریخ ثبت نامشه، گفتم بذار شرکت کنم و خودم انداختم توی یه مسیر خیلی پر از بالا پایین دیگه. نمایشگاه اسفند ماه بود و من توی دی ماه یهو تصمیم گرفتم که شرکت کنم، در صورتی که بهترش اینه که شما مثلا از 6 ماه قبل یا مثلا 7-8 ماه قبلش که تازه درهای ثبت نام به روتون باز میشه از طریق World Art Dubai، اون موقع ثبت نام کنین که هم قرفه های خیلی خوب و جای خوب بهتون برسه، هم ممکنه که قسط بندی بشه قیمت قرفه ها براتون، همین که خب وقت دارین کاراتون رو بکنین، نقاشیاتون رو ارسال بکنین، قابی بکنین، تبلیغاتی بکنین، خلاصه زمان بیشتری برای کار دارین. خلاصه من که هیچ کدوم این کار رو نکردم ماشاءالله، یهو گفتم که من میخوام شرکت کنم و شانسی یک قرفه برای من پیدا شد. چون اینجور موقع ها وقتی که 2 ماه مونده تقریبا که شما تازه ثبت نام میکنین دیگه خیلی
احتمالش کمه که غرفه خالی باشه، ولی من یهو تصمیم گرفتم رفتم وارد سایت خود بوردار دوبای شدم، اطلاعاتم رو دادم و به محض اینکه اطلاعات اولیم رو دادم توی واتساپ یه پیغام ایرانی به من داده شد که اصلا خیلی تعجب کردم. نگو که بوردار دوبای یک نماینده ایرانی داره که در واقع واسه شرکت کننده های ایرانی متصلش میکنه به شرکت کننده ها که باهاشون در تماس باشن، که با من تماس گرفتن، گفتن شرایط رو به من و واقعا هم کارشون خوب بود. واسه مشاوره هایی که بهتون میدنم ازتون هزینه ای نمیگیرن. حالا من اسمشون رو مینویسم اینستاگرامشون رو که اگر خواستین باهاشون توی دایرکت در تماس باشین و سوالات تکمیلی رو ازشون بپرسین. خلاصه نماینده ایرانی به من اطلاعات اولیه رو داد، گفت عکس تابلوهات رو بفرست، ما اول به ژوری نمایشگاه نشون میدیم، یعنی داورانه که توی نمایشگاه هستن، اول ببینیم که تابلو شما رو تایید میکنن یا نه، که فرستادن و تایید شد و دیگه وارد مرحله این شدیم که من چه نوع در واقع غرفه‌ای رو میخوام برای نمایش آثارم، که من در واقع 5 تا کار انقدی داشتم، یک در یک ماندالا ها مشارکت دادم، حالا فیلماشو براتون میذارم که ببینین که کدوم تابلو هام بودش. ماندالا هامو میخواستم شرکت بدم که 5 تا تابلوی ماندالا مو بزرگ و 2 تا تابلوی کوچیک رو عکساشو ارسال کردم و گفتم که یک غرفه انفرادی برای من ثبت نام بکنن، که اون موقع 11000 درهم اون غرفه انفرادی شد. حالا تمام اینا رو با دیتیل و قیمت و ایناش، چون الان یک سال گذشته و من ممکنه که یه جا به جا بگم، بعدن توی پلیلیست نمایشگاه نقاشی دبی حتما برین و ببینید. هولوش 11000 درهم که میشه همون 145 میلیون تومان فقط پول غرفه شد، که غرفه انفرادی شد که من بعد بهشون پرداخت میکردم. حالا اینکه توی چه شرایطی پرداخت کردم، چی شد، چه بالا پایین شدم، که حالا توی اون ویدیوها ببینید، من الان کلی دارم بهتون میگم. خلاصه ثبت نام های غرفه انجام شد، کاراش انجام شد و من رفتم توی لیست رزرو نمایشگاه. این قسمت که تموم شد رفتم تو مراحل این که حالا تابلوهامو چه جوری بفرستم، چون تابلوهای من هم خیلی بزرگ بودن هم قاب شده بودن و ارسالشون یه خورده به مشکل برخورد، برای اینکه باید باکس چوبی می شدن و اینکه برای من خیلی علامت سوال بود که چجوری اینا میخوان اون ور برسن، که حالا یه شرکتی رو پیدا کردم و گفتم ما برات انجام میدیم و باکس چوبی کردن. 50 میلیون هم پارسال حدودا قیمتش شد برای اینکه اینا ارسال بشه به اون ور. ولی یه نکته مهمی که میخوام بهش توجه بکنیم و در واقع اشتباه من بود و باعث شد هنوزم که هنوز تابلوهای من به دستم نرسیده باشه، همین موضوع بود که موقع ارسال تابلوها من چون اطلاعاتی نداشتم درست چک نکردم که این شرکت برگه عبور موقت مجوز در واقع عبور موقت این تابلوها رو گرفته باشه. وقتی که مجوز عبور موقت نداشته باشین، جنس شما وقتی از کشور خارج میشه، موقعی که میخواد وارد بشه تو گمرک به مشکل برمیخوره. مخصوصا این که حالا تعداد تابلوهای من زیاد بود، بزرگ بود و یه خورده مشکل ساز شد واسه برگشت، گفتن که نمیتونی همه اینا رو با هم برگردونی چون ممکنه که به مشکل بخوره توی گمرک. حالا بماند، اون داستانش جداست. تابلوها فرستاده شد، من افتادم دنبال کارهای تبلیغاتی و بدو بدوهای دم آخر سفر که حالا میرم اونجا بروشور داشته باشم، کارت ویزیت داشته باشم، هتل بگیرم، بلیت بگیرم و تمام این داستانها. نمایشگاه 4 روزه از 9 صبح تا 10 شب، اگر اشتباه نکنم ساعتش رو درست یادم مونده باشه، از 9 صبح تا 10 شب، یه فضای خیلی خوب و شاده، یعنی اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر فضاش دوست داشتنیه. دیگه مجسم کنین دیگه، همه غرفه ها پر نقاشی، لباس ها رنگی، آدم ها در حال بگو بخند، یه جا موزیک میزنن، یه جا نقاشی میکنن، یه جا ورکشاپ میذارن، یعنی
فضاش واقعا فضای دوست داشتنیه و اصلا خشک نیست مثل نمایشگاه دیگه و شما اصلا لذت میبرین از بودن تو این نمایشگاه. ولی خب داستانش اینه که شما دیگه فول تایم داخل غرفتون هستین، چون هی بازدید کننده میاد توی غرفتون دیگه و شما باید باشین برای اینکه کارتون رو پرزنت بکنین. خلاصه سرتون درد نیارم، این مراحل انجام شد و ما عازم دبی شدیم، همون 16 یا 17 اسفند ماه بود دیگه، آره، که رفتیم برای 4 روز، ولی در واقع 1 روز زودتر باید شما اونجا باشیم، 5 روز، چون روز قبل از نمایشگاه روز نصب کارهای شماست که باید صبح اونجا باشین، حتما باید جلیقه ایمنی داشته باشین برای اینکه وارد بشین، اصلا جزو شروط ورود به اونجاست. حالا اینا همه توی شرایط به شما گفته میشه. روز قبلش میرین و تابلوهاتون رو میبرین توی غرفه، نصب میکنین، کاراشو انجام میدین، نصب هم اونجا هست، استرس اینو نداشته باشین که من چه جوری حالا نصب بکنم، به کی بسپارم، اونجا نصب هم هست، کارتون رو انجام میدن، اگه نه خودتون هم میتونین نصب بکنین. خیلی ها که من میدیدم از کشورهای دیگه اومده بودن خودشون تابلوهاشون رو نصب میکردن، حتی شده کج و کله. من خیلی مثلا وسواس اینو داشتم همه چی پرفکت و عالی انجام بشه، بعد دیدم نه، دیگران خیلی هم راحت گرفتن و اونقدر اون قضیه رو سخت نکردن برای خودشون. شما از صبح تا شب وقت دارین که تابلوهاتون رو نصب بکنین و برین هتل برای فردا که افتتاحیه نمایشگاه هست و 4 روز نمایشگاه نقاشیتون اونجا برگزار میشه، از تمام کشورها میان. شما باید یه حداقل زبانی بلد باشین که وقتی یه کسی میاد توی غرفتون یه خورده راجع به کاراتون صحبت میکنه بتونین جوابشو بدین، کارتون رو ارائه بدین به مخاطب خارجی زبان. و خیلی موقعیت خوبیه که شما یه خورده ارتباطات بین المللی تر برقرار بکنین و این واقعا به نظر من یه موقعیت خوبی بود که برای من پیش اومد و کلی الان کانکشن های متفاوتی با جاهای مختلف دنیا دارم. توی این 4 روز کلی مراسم اونجا هست، ورکشاپ هست، کلی اونجا شما تفریح و فان هم دارین همزمان با اینکه حالا دارین کارتون رو به نمایش میذارین. در مورد فروش کارها و قیمت گذاری روی نقاشیاتون کاملا سلیقه‌ای هست. حالا من یه ویدیو هم ضبط کردم راجع به قیمت گذاری اثر هنری که این ویدیو رو هم حتما ببینین که اصلا تقریبا اگر بخواید نقاشیتون رو قیمت گذاری بکنین چه فاکتورهایی رو باید در نظر بگیرین که اون قیمت رو روی تابلوتون بذارین. خب برای همین اینکه چه قیمتی گذاشته بشه که فروش بره یا نره، اینا اصلا چیزاییه که هیچ کس به شما نمیتونه جواب بده و کاملا بستگی به مخاطب داره، به کار شما، کیفیت شما و اینکه نمایشگاه بازده فروشش توی اون موقع به چه صورت هستش. خب تابلوهای من فروش نرفت، من قیمتها رو بالا گذاشته بودم برای تابلوام و اصلا نمیخواستم قیمتها خیلی پایین باشه که فقط فروش بره و هدف اصلیم در واقع داشتن رزومه شرکت توی این نمایشگاه بودش بیشتر تا فروشش. خب فروشم میرفت بیشتر خوشحال میشدم، ولی خب نرفت، حالا قیمت بالا بود یا هرچی، چون قبل از نمایشگاه ما هم دقیقا به فاصله فکر کنم 1 هفته یه 2-3 روز یه نمایشگاه هنری دیگه توی دبی بود که اصلا خریدها توی اون نمایشگاه انجام شده بود و به نمایشگاه ما که رسید کلن فروش خیلی کم بودش. این 4 روز هم که تموم میشه به شما یه سرتیفیکیت میدن که شما توی این تاریخ توی این نمایشگاه شرکت کردین و حالا بهتونم توی ویدیو نشون میدم که چه جوری هستش، به چه صورت، روی سن میبرن بهتون میدن، ازتون عکس میگیرن و بعد از 4 روز دیگه در واقع روز 4 روم مثلا ساعت 9 که نمایشگاه تموم میشه شما تا 12 شبش وقت دارین که تابلوهاتون رو از روی دیوارها بردارین و از نمایشگاه خارج بکنین و سلام به این صورت.
این یه چیز خیلی کلی از پروسه نمایشگاه بود، ولی اصلا نه پروسه سختیه نه پروسه عجیبیه. من حالا با نماینده ایرانی در تماس بودم و این کار رو کردم. شما خودتون به صورت مستقیم هم با ورد آرت دوبای میتونید در تماس باشین، فرم پر کنین و تمام این کارها رو انجام بدین و ثبت نامتون رو بکنین و نمایشگاه رو شرکت بکنین. حالا میگم تمام این مراحل که چجوری ثبت نام کنین، چی کار کنین، چی کار نکنین رو توی پلیلیست براتون گذاشتم که میتونین ببینینش. و در نهایت اینو میخوام بهتون بگم که شرکت کردن تو همچین نمایشگاه هایی درسته که هزینه سنگینی واقعا داره، نمیگم اصلا هزینهش کمه، ولی مثلا برای دوستانی که خارج از کشور زندگی میکنن که این آپشن خیلی در دسترس تره. حالا من دبی شرکت کردم، کانادا، اروپا، آلمان، هر جا که هستین، این باعث میشه که رزومه شما تو حوزه نقاشی و هنر هی گسترش پیدا بکنه و شما کم کم اسمتون شناخته بشه. و به نظر من خیلی خیلی تجربه خوبیه شرکت توی اینجور نمایشگاه ها و من بهتون حتما توصیه میکنم که این کار بکنین اگر که شرایطش رو دارین. تاریخ نمایشگاه امسال هم میدونم که توی اردیبهشت ماهه، فکر کنم اواسط اردیبهشت امسال این تاریخ رو گذاشتن و ثبت نامش هم از مهر ماه شروع شد. حالا نمیدونم هنوز جای خالی داشته باشن یا نه، میتونین باز با نماینده ایرانی ها در تماس باشین یا با خود ورد آرت دوبای در تماس باشین اگر واسه امسال میخواین. اگرم نه که میتونین قشنگ تجربه کسب بکنین، عکس ها و فیلم و اطلاعات رو ببینین و برای سال آینده با دست پرتر شرکت بکنین. فکر کنم تمام اطلاعات رو تقریبی بهتون دادم، چون میگم خیلی کلی میخواستم توضیح بدم، جزئی تر خیلی ویدیو براتون ضبط کردم. فقط برای دوستانی که سوال میپرسیدن گفتم یک کلی توضیح بدم در جریان باشن. امیدوارم که اگر که براتون مفید بود و دوست داشتین شرکت بکنین و قدم های خیلی عالی و پر از موفقیت برای خودتون بردارین. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و تماشا کردین. اگر که دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنین، کانال منو سابسکرایب کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. خیلی خیلی هم مراقب خودتون باشید.